مادرم، تو آفتاب زندگی من بودی و هستی. تو هرگز برای من غروب نخواهی کرد. تو به من گفتی که بر میگردی سالها پیش. برگرد چون خورشید بر دنیای تاریک من نورافشانی کن. کجاست آن دستهای مهربان و نوازشگر تو؟ هر روز، هر شب، هر جا، همه جا، در نقش هر محبتی تو را میجویم. مادرم، امیدم، دوستت دارم و در انتظار بازگشت تو هستم. دختر تنهای تو، گلی، میبوسمت. سلام. سلام، صبح خیر دکتر. لابد بازم از فرصت استفاده کردین و برای مادرتون نامه نوشتین. مثل همیشه مفصل و طولانی، ولی تا حالا ندیدم جواب یک از این نامه‌هاتون رو بخونین. راستی چند وقت مادرتون رو ندیدین؟ خیلی وقته. خیال ندارم برگردم. نمیدونم. پدرتون چطور؟ حتما خیلی با هم دوستین. پدر داشتن خوبه نه؟ ولی من که ندارم. راستی به سریق خانم سر زدین؟ تمام شب و بالای سرش بودم. پس حالش زیاد خوب نیست؟ تمام دیشب و تو تب میسوخت. انگار درونش هم سوخته. یه سوال دکتر، پس امتحانتون کیه؟ نیم ساعت دیگه. نگران نباشین دکتر، از خدا خواستم قبول بشین. کلی هم براتون دعا کردم. یعنی شما فکر میکنین که من امروز موفق بشم؟ حتما، من دلم روشنه. پس بریم. سلام خانم. سلام دکتر. سلام. سلام خانم عزیزی. چقدر زود دکتر. دکتر شهبازی نیومدن؟ دکتر شهبازی؟ نه، هنوز خیلی زوده دکتر. بهمن چی؟ دکتر متین؟ ایشون هم نیومده. قربونت برم، اینو میدی برام پست کنم؟ آره، مطمئن باش. اولی اتاق 212 رو بدم. من میرم یه سری به صدیقه بزنم. همین الان پروندهشم هم میارم دکتر. تو هم تو این عمل تاریخی هست؟ چرا نباشه، موفق میشه. تا حالا شما رو ندیده بودم. نه خیر آقای دکتر، من همسایه صدیقه خانم. از بچه‌هاش چه خبر؟ فعلا پیش همسایه‌ها. اینم پروندهش دکتر، همش درد میکشه ولی صداش در نمیاد. امید آقا ایشونه؟ بله خانم، این زن حق مادری به گردن من داره. خیلی زحمت کشیده. صابخونه جوابشون کرده. خب چی کار میشه کرد؟ اونم تو این شرایط. شما مثل پسرشین، باید یه فکری برای بچه‌هاش بکنید. اگه صابخونه اساسیاشون رو بریزه تو کوچه، دو تا بچه بی سرپرست به کی پناه بیارن؟ چطوری مادر؟ خودش فعلا مهمتره. بچه‌ها رو میشه یه کارشون کرد. داروی نمیدین دکتر؟ همین الان یه آمپول پتادین بهش بزنید. استاد شهبازی هم اومدم. قیچی سر رگ باز شده. اونجا رو کتر کن. کتر لپاراتومی خوبی انجام شد. عرقشو خوش کنم. شانو عوض کن. اینجا داره لیک میکنه. اونم کتر کن. کتر سکشن، سکشن لطفا. چقدر دیگه بیهوشی میخوای؟ نیم ساعت. سینات پنس لطفا. قیچی لطفا.
قیچی دوستان واقعا با انواع و اقسام هدیه‌هاشون خجالت دادن دکتر. اینم سرکار خانم گلی عظیمی با شاخه گل اهداییشون به خاطر موفقیت جراح آینده و یا سوارکار میدانهای از دوانی. نه نه این گل هدیه صدیق خانمه برای آقای دکتر. عجب، اگه صدیق خانم میدونستن که منم در این امر خطیر شرکت داشتم حتما میگفتن تقدیم به هر دوتاشون، پس منم متشکرم. سب کنی سب کنی سب کنی سب کنی، اون چیه مخفی کردی؟ بدین به من خانم، چرا اصل قضیه رو اعلام نمی کنی؟ بفرمایین، اینم هدیه ای از طرف سرکار خانم گلی عظیمی به دکتر پژمان. از اونجایی که دکتر به اسب و سوارکاری علاقه دارن، تابلوی یک اسب اصیل رو به دکتر هدیه کردم. میدونستیم که شما نقاشی میکنین، ولی نه تا این حد، جدا فوق العاده است. پس امضاش کو؟ نکنه جعلیه؟ آخه ارزش امضا کردن رو نداشت. خب همه چیز بر وفق مراده. با این هدیه نمجیر شدی امید. اسبتو زین کن برای جبرانش. چرا ماتت برده؟ یه تشکری چیزی؟ خانم عظیمی، نمیدونم با چه زبونی ازتون تشکر کنم. خیلی ساده است، با دادن یه بله خوشگل. توقشم از حالا بنداز گردن خوده. بهمن. او چی شده؟ چرا دست و پاتو گم کردی؟ مادر، شما دیگه برای چی زحمت کشیدی؟ اولین هدیه رو من باید بهت میدادم. امید، بله؟ میخوام یه چیزی ازت بپرسم. چه چیزی؟ راستشو بگو، جریان این صاحب تابلو چیه که از ما پنهونه؟ اگه قرار بود پنهان کنم که به دیوار نمیزدمش. راستی مادر، بهتر نیست که یه سری به صدیقه بزنیم. تفلی چشم براه شماست، حالش هم اصلا خوب نیست. طاقت و تحمل دیدنشو ندارم، مخصوصا با اون وضع. باید یه فکری هم به حال بچه هاش کرد. انگار صابخونه جوابشون کرده. هیچ سرپرستی هم ندارم. کاش نمیذاشتیم از این خونه بره. به هر حال بچه ها مشکلی نیستن. چرا غذاتو نمیخوری؟ امشب چته امید؟ چرا گیجی؟ اونو بذار کنار. اول سوپتو بخور. خودتون بهم تعارف کردین. منم مثل تو گیجم. برای اینکه هر دومون راحت بشیم خودت بگو کیه، از چه جور خانواده ایه. خودم بگم؟ مگه قبلا کسی چیزی به شما گفته؟ نه، میخوام از دهن خودت بشنفم. امان از این بهمن. باید از اون خانواده های حسابی باشن، تربیت خوبی هم دارن. بخور، سرد میشه. کار نقاش معروفیه؟ کار دستای هنرمند خودشه. مهربون، صمیمی، همراه، دوست داشتنی. حالا بگو ببینم چی کار میتونم برات بکنم. کیه که اینقدر پریشونت کرده؟ آره پریشونم مادر، مثل پیچش مه تو جنگلای. کجا بود رفتی؟ دیوونه شدی امید. آخه میدونی یه جوریه مادر، عالمی داره که هیچ کس نداره. دیدی قنچه هایی که هیچ وقت باز نمیشن؟ اوه، این همه پر رمز و رازه. عجیبه، بهمنم همینو میگه. عالم خاصی داره، انگار مدت هاست که با من آشناست. اما چی؟ تردید داره. نمیدونم چرا، اما تردید داره. شاید منظورتو درست نرسوندی. میدونی چی میخوام بگم؟ شاید چی؟ یعنی فکر میکنم منظورم ازدواج نیست؟ ولی من با صراحت بهش گفتم میخوام با مادرم به دیدن پدر مادرت بیام. گفتم محل کار پدرتو بگو تا خودم برم پیشش، ولی تفره میره، فرار میکنه مادر. نمیفهمم چطور خودم پاشم بیام به دیدنش. نه مادر، تا وقتی مطمئن نشم که حاضر به ازدواج با من هست، پای شما رو وسط نمیکشم. حفظ حرمت شما از هر چیزی برای من مهمتره. به دنبال تصمیمات این سمینار ما داریم بچه ها رو با اسامی اقوام آشنا میکنیم. واقعا یکی از مشکلات بچه ها همین مسئله بود که شما تو اون سمینار روش انگوش گذاشتی. بفرمین خواهش میکنم. امه یعنی خواهر بابا. خاله یعنی خواهر مامان. خاله یعنی خواهر مامان.
کاش مفهوم این اسامی رو درک بکنم. دلم میخواست قادر بودیم برای این طفل معصوم یه خود مهر و عاطفه خانوادگی هم دست پا کنیم. بابا تو میبینی بابا یعنی چی؟ یعنی چی؟ منم نمیدونم. برای درکش مشکله. کاش همونطور که خوراک و پوشاک درجه یک برای این بچه ها سفارش میدیم محبت پدر مادر و عمو و خالرم میتونستیم سفارش بدیم. موفق باشید خانم. خیلی ممنون. خاله یعنی خواهر مامان. خواهر مامان. هرچی بیشتر درباره دنیای این بچه ها مطالعه میکنم فکرمو بیشتر مشغول میکنم. فقط بچه های پرورشگاه نیستن که مشکلات دارن. همه بچه هایی که با مشکل نداشتن پدر و مادر یا یکی از اونا مواجه هستن چنین وضعی دارن. همین امید من مگه نیست؟ ولی شرایط بیرون با اینجا فرق می‌کنه. فقط یه فرق. بچه‌های شبانه روزی بیشتر خیالاتی و رویایی هستن. حتی وقتی بزرگ میشن اونقدر در تخیلاتشون پیش میرن که دیگه ممکن نیست بشه از اونا جداشون کرد. همینم فکر منو مشغول کرده. اینجاست که باید کمکشون کرد. سلام. سلام عزیزم. مواظب خودت باش. بزرگترین مشکل اینا رویای داشتن پدر و مادریه که روزی به سراغشون میان. عجب تکیه‌گاه پوچی. سلام عزیزم. چیه؟ چی شده ها؟ بعضی روزا میره تو لاک خودش. یه وقتا خوبه. میتونم شرط ببندم که الان داره به پدر مادر خیالیش فکر میکنه. به خاطر همین حس و حال فردا جامعه نمیتونه درکش کنه. اونو دیگه گم میدونه. اون کتابی که توی سمینار گفتی دارم میخونم. چیزی هم کشف کردی؟ میگه باید رویای اونا باور بشه. مشکلشون همون رویای دروغی شده. راه حل‌های جالبی برای این مسئله واقعیت و دروغ اونا داده. پس تمومش کردی بده منم بخونم. خودت استادی شوخی میکنی؟ برعکس هرچی درباره دنیای اینا بدونی کمه. 30 سال تجربه اینا بهم میگه. فعلا خدا حافظ. پس لازم شد نکنی خدا حافظ. به امید سلام برسید. بیا بریم بازی کنیم. آقا ببخشین دوتون همینجا نگه داریم. بفرمایید. خیلی ممنون. متشکرم. دست ما درد نکنه. خیر پیش. خواهش میکنم. بالاخره آدرس خونتون رو پیدا کردم. چی؟ آدرس؟ سلام دکتر. هیچ فکر میکردین که به این راحتی پیدا کنم؟ امکان نداره. چجوری؟ ساده است. تمام خونهای مسیر این خط اتوبوس رو در میزنم. چه استوری برای این کار دادین؟ چرا میخواین آدرس خونم رو بدونین؟ من که هر روز تو بیمارستانم. میخوام با مادرم بیام به دیدن پدرم. اجازه بدین مادرم برگرده. شاید ایشون تا یک سال دیگه هم بر نگردن. بالاخره من با تکلیف خودم رو بفهمم یا نه. آقا حضرت آقا بقیه پولتون. پول من؟ بله بفهمید. میبخشید. اصلا حواسم نبود. این کیف مال ایشونه. کیف چی؟ کیف؟ بله بله. این کیف مال شما؟ بله. خیلی ممنون لطف کردین. واقعا از اتا مچکم داری جوونیه و هزار سوره. راستی ببینم شما دوست داریم به تماشای مسابقه اسب سواری بیم؟ نمیدونم تا حالا ندیدم. بیم یکی برای خودتون یکم برای پدرتون. اگه کسی هم هست بازم بهتون بدم. نه نه خیلی ممنون کسی نیست. اینطوری شاید بتونم پدرتون رو زیارت کنم. راستی مسابقه پنجشنبه دیگه است. حتما بیم باشه؟ ببینم چی میشه ولی فکر نمی کنم. خوب تماشاش کن. اول بگو ببینم میپسندیش؟ خب آره قشنگه. ولی منظورت چیه؟ در واقع صاحب اصلی این کالسکه شما این. من؟ برای چی؟ قراره به خانم عظیمی هدیه بشه. برای چی؟ چه جوری؟ خیلی ساده است با پست. به کدوم آدرس؟ به چه مناسبت؟ یه خورده دندون رو جگر بذاری هم آدرسشو میفهمی هم مناسبتشو. ببینم آقای بیهوشی میبخشین قاطی خانم. مگه تو آدرسشو داری؟ تا حالا من 10 بار ازش آدرس خواستم. ولی انگار جزء اخباری. مگه اون تو بیمارستان کار نمیکنه؟ چرا؟ منظور مگه نمیشه به بیمارستان یه بسته پستی فرستاد؟ چرا؟ چرا؟ ولی به چه مناسبت؟ به دو و بسون. مگه اون بهتون هدیه نداد؟ آره. چرا؟ ولی دلیل داشت. دلیل؟ چه دلیلی بالاتر از این که به یادش هستی؟ دست بردار بهمن. خودت میفهمی چی داره میگی؟ ببین دکتر، من و بهمن فکرامون رو هم ریختیم و به یه نتیجه رسیدیم. ما احساس میکنیم که شما جرأت ندارین حرف آخر رو بهش بزنین. خوب این کالسکه میتونه بازگو کننده احساس شما با زبون بی زبونی باشه. مغز تو به کار بنداز امید. این یه تقاضای ساکت عروسی. دکتر، این هدیه شاید مشکل اونو با خانواده‌اش هم حل کنه. اتفاقا با روحیه رویایی که اون داره حتما خیلی هم خوشش میاد.
ببینم این کالسکه مال کی بوده؟ امشب دلم نمیخواست در این مورد با حرف بزنم. این کالسکه عزیزترین یادگاریه که از مادرم برام مونده. در خانواده ما این کالسکه چند نسل جزو لوازم عروس بوده. مادرم اینطور میگفت. میگفت خیلی ها رو به خونه بخت برده. برای همین اسمشو گذاشته بود کالسکه خوشبختی. خودتون که متوجه موضوع شدین. قبل از هر اقدامی هدیه این سمبل خوشبختی همه چیزو تضمین میکنه. اگه جواب رد بده، اگه دیگه بر نگشت. درسته. این یه یادگار خانوادگیه و باید توی خانواده بمونه. مگه قرار نیست گلی زن تو بشه؟ چرا؟ خب دوباره برمیگرده سر جاش. آنچه شما به من هدیه کردید جدا از رنجی که در کشیدن آن برده اید سمبول وفاداری و تلاش است. من بارها به آن خیره شدم و هر بار خود را سوار بر آن اسب سپید دیدم که با تلاش بسیار به سوی خوشبختی می‌تازد. امیدوارم این هدیه ناچیز من هم با اجازه پدر و مادرتان هر دوی ما را به سوی آرزویمان ببرد. با امید به دریافت پاسخ روشن شما، امید پژمان. این کالسکه تو رو به سرزمین آرزوها میبره گلی. این هدیه بهت امید میده که از این مسافرخونی ابدی خارج بشی، درست مثل کالسکه جادویی سیندرلا. یک شب روی بالهای خوشبختی پرواز کرد. تو اونو با نامه نوشتن های شبانه روزی به اشتباه انداختی. حالا بازم میخوای تو قفس رویای اون پدر و مادری که اصلا وجود ندارن بمونی؟ پدر شاید، ولی مادرم وجود داره. نه جانم، بذار بفهمه، بذار بفهمه که یه بچه پرورشگاهی هستی. نه نه، میترسم. تو باید از این ترس لعنتی بترسی، نه از روبرو شدن با حقیقت. چرا به جای این حرفای نگاه به اطرافت نمیندازی؟ چرا شیرینه که پیش چشم پش برده میشه نمیبینی؟ نگاش کن، اون حقیقتو گفت و به این روز افتاد. چشاش رو از پای خیابون پوسی، این جواب حقیقت سوزن. میخوای گلی هم به سرنوشت شیرین دوچار بشه؟ برعکس، اشتباه شیرین این بود که حقیقت و شب عروسی برای شوهرش رو. حتی خودت هم قانع نمی کنی. اینو قبول داری سوزن؟ اگه بفهمی که من یه دختره، اقلا قبل از اینکه به مراسم عروسی برسی پسر فرار میکنه. نه مثل شیرین، اون پای این آینه و شمدون چشم به راه ابدی دامادی شده که همه میدونیم دیگه بر نمیگرده. پای این پنجره زانوی غم بغل کرده و بیهوده انتظار میکشه. ما هرگز پدر و مادرمون رو ندیدیم. اونا یه روزی ما رو تحویل پرورشگاه دادن و رفتن. دیگه هیچ وقتم بر نمیگردن. چون سعی میکنی مادرش رو، این رویا رو، این دلخوشی و این امید رو از اون بگیری؟ برای این که امید واهیه. تمومش کن گلی. اون مادر نیست که برای خودت ساختی. فریبه. نه نه، مادر من فریب نیست. فریب نیست. فریب نیست. خب من برای چی احضار شدم خانم اصلانی؟ تماشاچیم؟ نه دکتر، خواستم تو بیای اینجا ولی یه دفعه ضبط این مصاحبه پیش. مصاحبه برای چی؟ لطفا دست بگیریم، اتون نزنی. حتما. متشکرم. آماده است. خیلی خوب، شما ادامه بدید. آی گنجی، اومدم. شما آماده این خانم؟ بله. جواباتونو میگم. بله آماده است. یعنی نمیدونستی امروز مصاحبه داری مادر؟ نه به خدا، امروز قرار نبود، غافلگیر شدم. نظر تو میخواستم. نظرت در مورد خانم عظیمی چیه؟ منظورتون چیه؟ تردید این دختر مال چیه بهمن؟ خونوادش پول دارن؟ منتظر کس دیگه یه و یا چی؟ پول دارم که باشن باید آرزو کنن دخترشونو به یه جراح نابغه و نجیب بدن. ولی مامان این حرفا نیست. اون دختر خیلی مهربون و صمیمیه. معلومه که از یه خانواده حسابیه. خب باشن، من که نمیتونم اجازه بدم با احساسات یه دونه بچم بازی بشه. بچه‌ای که برای بزرگ کردنش بعد از اون خدا بیامرز هم پدر بودم هم مادر. اونا چی خیال کردن؟ ماما شما عصبانی شدی. این مشکلاتو با تعصب نمیشه حل کرد. چطور ماجرا رو با عموش در میون بذارم؟ هرچی باشه بزرگتر خانواده است، خصوصا ممکنه به خاطر دخترش سهیلا حساسم باشه.
راستی مادر، مسابقه اسدوانی روز پنجشنبه است. شاید اگه بیاد اونجا با دیدار اتفاقی شما همه مشکلات حل بشه. آره، ولی گفته نمیاد. ببخشید خانم اسدوانی، ما حاضریم، شروع میکنیم. شما چی مادر، میایی؟ راستش نه، من به خاطر دیدن دختره میخواستم بیام. پرورشگاه خوب به یاد دارم. تو به جای عشق خون گریه می کردی و با امید به بازگشت منو ترک کردی. پس چرا بر نگشتی؟ منم باید مادری می داشتم، پدری، خانواده، هویتی، ریشه، ولی از همه اینا محرومم. من چشم انتظار بازگشت تو هستم، سرگشتم، دل شکستم. کمکم کن مادر، با یاد تو نفس میکشم، چرا که تمام امیدم تویی. امید؟ راستی جواب امیدو چی بدم؟ منو تعقیب میکنین دکتر؟ شما تو مسیر من قرار گرفتین. مسیر شما کجاست؟ منزل آقا و خانم عظیمی. مگه راهو بلدی؟ خب شما یادم میدی. فکر میکنی من خودم راهو بلدم؟ نکنه کسی دیگه تو زندگیتون هست؟ نه نه، هیچ کس. از هدیه من خوشتون اومد. چقدر اون کالسکه زیباست. هدیه شما رویاهای منو کامل کرد. رجع به درخواست من، با پدرتون حرف زدین؟ به من فرصت بدین دکتر، خواهش میکنم. رازی هست که من نمیدونم. راز؟ نه، کاش میتونستم. به من فرصت بدین دکتر، گفتم که خواهش میکنم دکتر، خواهش میکنم به من فرصت بدین. جواب امیدو بدی. من واقعا نمیدونم چی کار باید بکنم. مثل همه دخترای دیگه منم احتیاج دارم که برای عروس شدنم تو پیشم باشی. مادر، مادر، همچه عروسی ممکنه؟ چرا که نه؟ اونو بده به من. مثل این که اسبش داره رو ابرا را میره. خوش با حالشون. عروسی گلی همینجوری میشه سوسن؟ نه؟ همش رویاست، چه فایده ای داره؟ تو را خدا مایوسش نکن سوسن. همه ی روزای زندگی من در انتظار تو گذشته. کمکم کن مادر. تو تا کی میخوای به این پدر مادر خیالیت نامه بنویسی؟ میخواد چی کار کنه؟ یعنی نمیخوای با واقعیت رو در رو بشی؟ نمیخوای از این فرصت خوب استفاده کنی؟ دیشبم بهت گفتم همینجوری پیش بری خودت اون پسره رو داغون میکنی. باید حقیقت رو بهش بگی، باید راز پرورشگاهی بودن تو براش فاش کنی. دیگه
تو چی کارش داری سوسن؟ میخوای امید و رویاهایی که تنها دل خوشی زندگیش بوده ازش بگیری؟ واقعا پیشنهاد میکنی به جای حقیقت و راستی به رویاهای واهی اتکا کنی؟ ما همه باید با واقعیت روبرو بشیم. هر وقت خواستی از حقیقت و راستی صحبت کنی، یه نگاهی به اون گیاه زیبا و مظلوم بنداز خانم روانکاو. یادت رفته چطور یه نوگل سرزنده و شاداب به یه مجسمه بی حرکت تبدیل شد؟ با گفتن حقیقت و راستی که تازش دم میزنی، کجا میدونی که وضعیت شیرین تکرار نشه؟ میخواین اینم مثل شیرین این مجسمه بشه؟ 30 سال نگهبان این پرورشگاه نمیتونن این مونس خیالیشون رو از دست بده. سایش از زندگیش دور کنه. خیلی راحت حرفشو میزنه. باید خودمون برای برخورد با واقعیت ها آماده کنیم. زندگی یه واقعیت رویا نیست. ما یک اون خبر رویا هم بودیم. شخصیت ذهنیمون با شخصیت موجودمون فرق داره. از کار و تو در مادر همه کس همه چیز داریم. از این جمع پرورشگاهی موجوداتی منزوی و محروم از حقوق اجتماعی بسازیم. اون که همش در مورد ما شعار میده. نه الهه، یه لحظه خواهش میکنم به این موضوع بیشتر. نه خواهش میکنم آدمت بیل کنید حرفا رو. خواهش میکنم بیرم به خودمون دروغ نگیم. با پرورش یافته های مراکز وصلت نمی کنیم. از دور یار و شفیق، از نزدیک مشکوک و نارفیق. چرا؟ از خودتون بپرسید چرا؟ اینها چیزی از دیگران کم ندارن. شاید در بعضی موارد سرهم هستن. در بین اینها استعدادهای شگرفی وجود دارد. دختری که با تمام دردها و ناملایمات مبارزه می کند، درس می خواند، متخصص می شود و پاک می ماند، باید به عنوان عروس خانواده او را قبول کنیم بدون تعصب. باید به فعل نیک بگیریم گلی جون. مادر خوندم دختر می شناسم. منظور به خانواده های خودمان اون ببنید. با دردای ما آشناس گلی حرفامونو می فهمه. اون یه فرشته است. نکنه همون خانم اصلانیه که پارسال عروسی ناهید رو انداخت. آره خودشه. بسی بچه ها شنیدی ناهید بچه دارم شده؟ تا حالا 100 تا از اینجور مشکلات بچه ها رو حل کرده. قول میدم که اون میتونه مشکلی گلی رم به راحتی حل کنه. اگه اینطوره من فکر نمی کنم که یه سر پیش مدفتم برایی داشته باشه، مگه نه؟ درسته. فردا بعد از دانشکده من ازش یه وقت ملاقات میگیرم، با هم میریم پلوش. هرچی گفت اگه همه ما قبول کردیم انجام بده. چطوره؟ فردا من نمیدونم، من نمیتونم. فردا مینا میاد دنبالت که با هم بریم پیش خانم اصلانی. خودم هم جلوتر همه چی رو براش میگم. حدود ساعت 2 من میام دنبالت. به دست آوردن دلها را فراموش نکنید. خانم گلی عزیزی به رستوران. خانم گلی عزیزی به رستوران. سلام. 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 کجایی دختر؟ کلی دنبالت گشتم. خوشبختانه دم پذیرش آقایون به دادم رسیدن و مزاحمشون شدم. پس شما به هم معرفی شدین؟ نه، فرصت نشد. تا از اینجا نشستیم. آقای دکتر متین متخصص بیهوشی. آقای دکتر پژمان جراح. مینا دوست قدیمی من. خوشبخت. خانم عظیمی بفرمایید بشینید. بفرمایید خواهش می‌کنم. متشکرم. خانم عظیمی چیزی میل دارین؟ نه فقط یه لیوان آب. مینا خانم از همکاراتون هستن؟ نه خیر، ایشون دانشجو هستن، روانشناسی میخونن. الحمدلله یه دکتر مجانی هم برای پیدا شد. البته اگه کارت به جنون کشید. راستی کدوم دانشگاه هستی؟ دانشگاه تهران. آها دختر چی شده از این طرفا؟ مگه یادت نیست دیشب چه قراری با هم گذاشتی؟ آخه من چیزی نداری. یا میای بریم یا از ما کاری برمیاد؟ نه نه هر کاری بگی میکنم. خیلی خوب پاشو بریم. اینجا دو مسئله وجود داره. مسئله اول و شاید مهمتر به تو عزیزم مربوط میشه، نه به اون آقا. تو باید اول با حقیقت روبرو بشی. باید قبول کنی که تو پرورشگاه بزرگ شدی و پدر و مادر نداری.
مرد زندگی آیندت باید اینو بدونه. هیچ ترسی هم نداشته باش. اگه واقعا مرد باشه و علاقه مند به تو، به راحتی میپذیره، چون تو توانایی تحمل سختی های بیشتری رو داری که از یک دختر معمولی بر نمیاد. اگر هم یکی از این دو فضیلت رو نداشته باشه، هر چه زودتر معلوم بشه بهتره. من مطمئنم با گفتن این حرفا همه ی اون چیزایی رو که در تمام طول زندگی و تنهاییم باشون بزرگ شدم از دست میدم. ببین عزیزم، حتما از پدر و مادر خیالیت براش گفتی؟ نه نه، هیچ وقت این کارو نکردم. من دروغ نگفتم. من نمیگم دروغ گفتی، احتمالا اون آقا از رفتار تو این برداشتو کرده. موضوع اینه که رویا در کودکی برای بچه های مثل شما یک داروی شفا بخشه. شما شبهای بی کسیتونو با پدر و مادر خیالی و یا آدم های دیگه رویاهاتون پر میکنین. این تا حدودی تو کودکیتون براتون مفید بوده، ولی امروز براتون خطرناکه. تو باید رویاهاتو دور بریزی و با واقعیت ها زندگی کنی، هر چند تر. یعنی من باید به همین آسونی اونو بکشم؟ مادرمو؟ نه، من نمیتونم. درسته که پدر و مادر ساختگیتون میکشی، ولی به جاش عزیزم یک رویای حیات بخش زندگی رو به واقعیت تبدیل میکنی، میفهمی؟ ببخشید، میدونید مشکل اینجاست که دوستم هیچ جور اعتمادی در مورد عکس العمل اون پسر و خانواده‌اش نداره. اگه عقب نشینی کنن، براش دیگه چیزی باقی نمیمونه، حتی رویاش هم از دست داده. در این صورت عزیزان من، این مسئولیت رو میتونی به من واگذار کنی. من در این مورد تجربه های زیادی دارم. اگه اجازه بدین با خانواده اون پسر وارد بحث میشم. نظرت چیه دخترم؟ اگه واقعا خود توانایی گفتنشو نداری، بسپرش به من. اگه اجازه بدین من یه مقدار فکر کنم. به جای هر فکری اون بوت ذهنی تو بشکن، اونو بکش و امیدی تو در محیط زندگی زناشویی جستجو کن. وقتی تو این کارو کردی، من بقیه راهو برات هموار میکنم. مادر، در تمام این سالهای بی کسی تو گرم و بخش دل سرگشته من بودی. امید به آمدن تو، امید به با تو بودن، چون خورشیدی به قلب تاریک من نور می‌افشاند. ولی تو هرگز نیامدی. میگویند تو تنها یک رویایی، پس زمان کشتن تو و به سوگ نشستن من است. نه، به اونا کاری نداشته باشید. فقط نامه ها و تابلوهای پدر مادرش رو جمع کنید. بیا کمکم کنید. مادر، من در خلوت دلم به ختم تو نشستم. امید نه، وای اگر آن هم نه نه. آن روز چشمان من نیز از پشت پنجره این مسافرخانه ابدی بر عبور شب و روز خواهد بوسید. بالاخره کار خودتونو کردی؟ مادره رو ازش گرفتی؟ خب گیریم یه مادر خیالی. بالاخره کسش بود. همه کسش بود. خدا کنه پسره بفهمه، وگرنه خودشم مثل مادره میسوزه و خاکستر میشه. مادر، امید به آمدنت را قربانی امید دیگری کردم. سلام خانم، من بخشین یه دقیقه بشین درس بگیرم. آره، اصلی برات میخرم. بیرون مادر جون، خودم میام میدم چی کار کنم. آره آره، باش باش باش، حتما. خب کاری نداری؟ خوبونت برم. خدا حافظ. با آقای دکتر پژمان کار دارم. دکتر امید پژمان. بله، تشریف دارم. اجازه بدید. آقای دکتر،
آخه این چه بلایی بود به سر خودت آوردی زن؟ مگه مصیبت کم کشیده بودی؟ اون چه تقصیری داره خانم جون؟ هر بلایی سرشون اومد از دست اون صابخونه بی همه چیشون بود. مامان برم به قصد ماموریت. آره مادر منتظرم. مامان خب خانم جون میگفتی شون آرز شده بود. میگفت خونم خالی کنین. مشرم زونی بیچارم به هر دریزت خونه گیر نیورد. یعنی بود یا پول پیش میخواستن یا اجاره زیاد. این هم که وسعشون نمیرسید. چرا به اینجا کشید؟ صابخونه حکم تخلیه گرفت. وقتی چشم مشرم زون به مامور افتاد هی داد زد خودم آتیش میزنم و هنگوری از قبل خیالشو داشت. ناغافل دیدیم گور گرفته و دور حیات میچرخه. بنزین ریخته بود رو خودش و خودشو آتیش زد. صدیقه چرا سوخت؟ بی هوا رفت جلو که مثلا شوهرشو نجات بده. به این روز افتاد. تو همسایه آمدن به خودشون به جنبن دیگه کار از کار گذشته. اشتم ایزونه بیچاره که همون روز مرد. خودشم تمام جونش سوخت. میبینی که پس بچه ها چی شدن؟ پیش در همسایه ها. ولی تا که میدونین که روزگار سختیه. بچه ها مشکلی ندارن. یه فکری براشون میکنم. نه. هر وقت دین جواب کردن خانم عظیمی پاک آب شده رفته تو زمین. دنبال اون رفته بودی؟ چند دقیقه پیش اینجا بود پانسمان صدیقه رو تموم کرد. این دفعه نقشت نگرفت. بله تو زیر زمین همش میگفتم کار توه. حتی فکرشم نمی کردی که خانم اصلانی برای مددیاری اون زن سوخته اومده باشه. آره بالاخره چی؟ دکتر باید جریانو بفهمه یا اینکه میخوای مثل شیرین؟ نه ولی قدرت مطرح کردنشو ندارم. نمیدونم چرا میترسم. تو محیط کار که فرصتی برات پیش نمیاد. آره پس امروز عصر با هم میریم میدون عصبانی. خودت مثل خانم ما همه چی رو بهش میگی. هر چی تو بگی. توکل کن به خدا. قشنگیه. باید این آسمون شفاف رو به فال نیک بگیری. دلم میخواد به اندازه این ورزشگاه شهامت بیان داشته باشی. امروز با گفتن حقیقت زندگیت به دکتر پیشمان همه چی به کشتن تنها خواب خوش زندگی من منتهی میشه. گلی چی شده؟ چرا اعتماد به نفس تو از دست دادی؟ من میدونم قلبم به هم میگه. برام مثل همین آسمون آبی روشنه که برای دفن رویاهام اومدم. وقتی دهنم رو باز کنم همه چی تموم میشه. این امیدم هم ناامید میشه. چیته؟ چه خبرته؟ بذار تو کیفت. میبیننت. میدونی حسم چیه؟ چیه؟ حس به مسلخ رفتن با پاهای خودم. این آخرین بیرحمی زندگی با منه. چه رازی توی سفیدی اسب هست؟
چرا اسب رویاها همیشه باید سفید باشه؟ این اسب سفید و سوارکارش رویای هر شب یادت خانم اسلانی چی بود؟ تو میتونی یه رویای حیات بخش زندگی رو به واقعیت تبدیل کنی. چرا؟ چرا گاهی رویا از زندگی شیرین داره؟ خانم عزیزی سلام، چطور از این طرف ها؟ پاشو دیگه اصلا باورم نشد که بهمنگوش شما اومدین اینجا. آخه مسابقه روز پنجشنبه است، ما داریم تمرین میکنیم. برحال خیلی خوشحالم کردیم. اگه مادرم میدونست که شما میرین اینجا حتما میومد. سلام دکتر. سلام. راستش ما اومدیم که ما اومدیم که چی شده؟ ما میدونین آخه قرار شد، یعنی اتفاقی افتاده؟ نه نه اتفاقی نیفتاده. میدونین من امید. بله. خانوما رو نمیخوای معرفی کنی؟ آه چرا خانوم عظیمی و خانوم سوسن جوادی. ایشون هم سهیلا دخترم. خوشبختم خانم. و آقای پژمان پدر ایشون. سهیلا چند روز یک از خارج. سلام خانم عظیمی، من اول شما رو دیدم، راستش خیلی تعجب کردم، ولی فورا خبر ورودتون رو به دکتر. سلام دارم. شما باید دکتر متین باشید. سلام. بله خودم هستم. امید دست به سرما نخوره، فیس عربه. خانم ما رو به صرف عصرانه دعوت نمی‌کنی؟ متشکریم خانم، ان شاءالله باشه یه وقت دیگه. امید اسبت عجله کنم اونجا. من دیگه جاش نیست، باشه یه فرصت دیگه. این تابلو رو اون داده به امید؟ آره، ظاهرا نقاشم هست. کارش بی کلاسه. چطوری بگم؟ بی هویته. خدا کنه خودش بی هویت نباشه. نشده که ببینمش. تصادفاً من دیروز دیدمش. اصلاً های کلاس به نظر نمیرسه. خب عزیزم از خودت بگو. حالا جدی میخوای برگردی؟ آره پروانه جون، اینجا دلم میگیره. آدمای اینجا با طرز تفکرشون اصلا تو مود امثال من نیست. آخه بابا چی؟ اون تنها میمونه. خوب اونم پشه بیاد اونجا. کارواششم که خوب میخرن. بفروشه بیاد اونجا خرج کنی. میبخشی. الو بفرمایید. سلام مادر. سلام مادر، حالت خوبه؟ نه چندان. میتونیم فورا خودتون رو برسونیم بیمارستان؟ مگه چه خبر؟ بیان اینجا خودتون میفهمین. برای صدیقه اتفاقی افتاده، زن بیچاره رو نتونستی نجات بدی؟ چی بگم؟ متاسفانه تموم کرد. این ترفیه رو هم آوردن اینجا. بچه های صدیقه رو میگم. صبح زود همون خانم همسایی که تو بیمارستان دیدینش آوردنشون. صاف کنون رو انداخته بیرون و در پشت سرشون بسته. اون بیچاره هم موندن توی کوچه. آخه دخترم. خب چه اشکالی داره؟ با سهیلا بیاین. باید یه فکری برای این بچه ها بکنین. باید بذارمشون یه پرورشگاه. به هر حال منتظرم. زود بیاین. با سهیلا میام. فقط عجله کنیم مادر. زن زحمت کش و مهربونی بود. تمام سالهایی که من دانشکده میرفتم یا بیرون از خونه بودم از امید مثل یه مادر مراقبت میکرد. یادت میاد سهیلا؟ آره من یه چیزایی یادم میاد. به گردن ما خیلی حق داریم، باید سر بچه ها شلافی کنیم. آخه چطور نتونستیم؟ ما هر کاری از دستمون برمیومد انجام دادیم مادر. درجه سوختگی بالا بود، همه منتهای سعی خودشونو کردن ولی نشد. دسته کرد زن بیچاره، یه عمر با مشقت زندگی کرد، هیچ وقت نیومد که اقلن مشکل صابخونه‌ش رو مطرح کنه.
کاش قبل از این حادثه شوم می اومد پیش خودم، نمیذاشتم کارش به اینجا بکشه. مگه مناعت تبعش یادت رفته؟ شب و روز زحمت میکشید و هیچ وقت دستشو پیش کسی دراز نکرد. وای، به خاطر همین چیزاست که نمیتونم اینجا رو تحمل کنم. شما چجوری خودتونو با محیط وفق میدین؟ همش تقصیر پروانه جونه. اگه به خاطر کارش نبود میتونستیم بیاین اروپا راحت زندگی کنیم. دخترم، فکر نمی کنی یه مقدار تند روی می کنی؟ هر کجای دنیا که بری از این حوادث پیش میاد، حتی تو همون انگلیس شما. پس چی شد امید؟ بچه ها چرا نیومدن؟ سهیلا هم حوصله‌اش سر رفته، باید بریم دیگه. باید پیداشون بشه، باید همینجا تو محوطه باشم. آره، سر و صداشون داره میاد. مادر؟ بله. اونا هاشم دارن بازی میکنن. نگاه کن میبینی با چه مهربانی داره باشون بازی میکنه. خانم عظیمی رو میگه. خانم عظیمی؟ اونه؟ همون گلی تو؟ آره مادر، این گلی خانم شما رو میشه یه نظر دید؟ آی خدای من، چه مصیبتی. جریان چیه؟ مادر تو اون پسری که من بزرگش کردم نیستی. این حرفا چیه؟ آی آه آه، بابات کجاست؟ سهیلا مادر چی شده؟ چی بگم من؟ آخه چی بگم؟ چی شده پروانه جون؟ این دختر خانوم از همون بینامونشونای شبانه روزیای خود منه. شما اشتباه نمی کنین مادر؟ زیر دست مادر یارای خود من بزرگ شده. غیر ممکنه. نه جانم، امروز نمیتونم. برای برادرزادم اتفاق بدی افتاده که باید همین الان برم. بله بله. سلام پدر. سلام، اومدین دخترم؟ بله سلام. بابا جناب دکترم که تشریف آوردن. همین الان میام. یه راست بدین تو کار باشم، لباس عوض میکنم و میام. مادرتو باور نمی کنی؟ اینجور دخترها همشون دروغ میگن، حتی به خودشون. توی این چندین و چند سال تجربه در اداره پرورشگاه مختلف و خوابگاه ها به این نتیجه رسیدم که این دخترها، حتی پسراشون، هیچگونه عاطفه ای ندارن. همینقدر بس که یه دختر بی سر و پاس، تو میخوای اونو بیاری تو خانواده پژمان؟ مگه من میذارم حیثیت خانواده را احمقانه به باد بدی پسر؟ استخونای پدر تو گور میدارسه؟ فکر میکنی یه همچین دختری قدر صداقت و عاطفه تو رو میفهمه؟ حتی بودن تابلوش روی دیوار خونت کراهت داره. بندوزه تو سطح کل. چه خبایی شده؟ چه خبایی شده؟ سواشگاری
باشم بیا بالا. چرا همیشه اسب رویاها سفیده؟ چرا گاهی رویاها از زندگی شیرین تره؟ کالسکمو بردن، اونو چرا بردن؟ من کالسکمو میخوام، من کالسکمو میخوام. این کالسکه یه یادگار خانوادگیه و بازم توی خانواده میمونه. مگه قرار نیست گلی زن تو بشه؟ خب دوباره برمیگرده سر جاش. اون دختره دور دیده است، سب تا مثل شما رو سر کار میذاره. فکر میکنی اون دختره پرورشگاهی قدر صداقت و عاطفه تو رو میفهمه؟ خوش به حال پدرت که مرد و همچی روزی رو ندید. وای خفه شدم، این دختره لیاقت نداره که اینقدر راجبش حرف میزنی. استخونای پدرت داره توی گور میلرزه. مگه من میدارم با ازدواج با اون دختره تو حیثیت خانواده پشمان رو به باد بدی؟ برای چی تو حالا بیداری؟ به خاطر شیرین کاریای جناب علی. مگه چی شده؟ حالا فعلا اون چراغای ماشین خاموش کن بیا بالا. معلوم هست چته؟ هیچ میدونی کجا هستی و چی کار میکنی؟ نگفتی تا این وقت شب چرا نخوابیدی؟ بچه رو داری میخوابونه. چرا دیر وقت؟ شیرین کاریات مفصله، فعلا یه چیزی بخور. هیچ کس از دل خسته من خبر نداره. خودخواهی بذار، خودخواه. من خودخواهم؟ یا اونی که با دروغا و بازیاش غرور و احساسات منو خورد کرد؟ تو که نمیدونی چه بازی با من کرد. میدونم پسر، طرف پرورشگاهی از کار در اومد، مگه نه؟ تو اینو از کجا میدونی؟ همه در به در دنبالت میگشتن، اینجا بودن. ماما، سوسن، مادرم. مگه چی شده؟ اینجا چه خبر بوده؟ دختر حالش خیلی بده. گلی رو میگم، طوری که منو قدسی مجبور شدیم خودمونو برسونیم خونش بالای سرش. اون که سعی و سلم از ماشین پیاده شد و رفت. البته من یک کمی زیاده روی کردم، قبول دارم. آخه منو فریب داده بود. نداده بود؟ تو چی کارش کردی پسر؟ با وضعیتی که من امشب ازش دیدم فکر نمی کنم بتونه تحمل کنه. تو فکر میکردی اون بهت دروغ گفته، ولی اشتباه کردی، چون قبلا رفته بوده پیش مامان و همه چیزو براش توضیح داده بوده. پیش مامان؟ خود مامان؟ گفتم که مامان اینجا بود دنبال تو میگشت. بعد از ماجرای تلخ سپردن بچه های صدیقه به پرورشگاه، وقتی ببینه از تو خبری نشد چند جایی دنبالت میگرده.
خلاصه خسته و کلافه اومد اینجا. همون موقع سوسن سراسیمه اومد پیش من که گلی حالش خرابه. مامان با دیدن سوسن یادش اومد که دختر بیچاره برای مشورت و کمک رفته بوده پیشش. چنان خجالت کشید و تو خودش رفت که برای اولین بار دلم براش سوخت. به من گفت هر کاری میتونی برای گلی بکن. بعدم رفت خونه به خیالی که تو رو ببینه و از دل در بیاره. تازه وقتی بیشتر متاثر شد که سوسن بهش گفت اون فرشته معصوم روز عصبانی میخواسته همه چیزو بهت بگه. سلام دکتر. راستش ما اومدیم که یعنی خواستم که شما بدونید خیلی دردناکه. درست همون وقتی که فکر میکردین اون با مادر رویایی شما رو فریب داده، معلوم میشه که برعکس اینجوری نبوده، بلکه اون تنها مونس شبهای بیکسیشو به امید محبت شما با دستای خودش قربانی کرده، اونم به راهنمایی مادرتون. دکتر میگو اگه تا صبح بهتر نشه احتمالاً دچار هیستری بلاک شده، شکی که در اثر بیرحمی شما و بیکسی خودش بهش وارد شده. جواب این همه مظلومیت رو کی میخواد بده؟ به نظر من جواب این مظلومیت رو فقط با یه جشن بزرگ میشه داد. اگه سالم بمونه هر کاری میکنم. سورچی و کالسکه حاضرن، دامادم حاضره؟
سوسن، سوسن، گلی مرد، گلی مرد، بلنشین، اون یخ در خدایا که مرد، بلنشین، بلنشین، بلنشین تشخیص هیستری بلاک درست بود. حالا در چادی 5 ساعت تو کماست، نتونستم برش گردونم. دکترهای دیگه چی؟ دکتر نیری بالا سرشه، اینجور که میگه برگشتش از محالته. شوک میدادن، الان مشغولن. از امیدی هست؟ فکر نمیکنم، مغزش متوقف شده، به هیچ چی عکس العمل نشون نمیده، نبضش هم خیلی کنده. وحشتناک. چی شد دکتر؟ متاسفم، حتی شوکای سختم موثر نبود. مگه معجزه ای بشه؟ مغزش فرمان بده که چشمشو باز کنه یا به حرف بیاد، وگرنه ممکنه ماها در حالت اغما باقی بمونه، بعدم بمیره. اشتباه کردم. گلی لطفاً ببردش. خودتون که بدتری خواهید. بریم دیگه، با مشر شد. Ha ha ha.
خبر به من. عشق بالاخره کار خودشو کرد مادر. میدونستم. بریم مادر، شما دیشب قولی دادین، باید مقدماتشو فراهم کنیم.